بینندگان و شنوندگان عزیز، با سلام خدمت شما. برنامه امروز رو شروع میکنیم با حضور آقای قربان علی حسین نژاد، عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شده بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین. این برنامه به صورت فوق‌العاده از طرف جنبش نه به تروریسم و فرقه ها به شما تقدیم میشه. در حین برنامه ایمیل، وبسایت و فیسبوک این دوستان پخش میشه، شماها میتونید با اونها تماس مستقیم داشته باشید. اجازه بدید که من به آقای حسین نژاد سلام کنم، بهشون خوش آمد بگم و پیشاپیش سال جدید میلادی رو تبریک بگم. امیدوار باشم که سالی بهتر باشه. سال 2015 برای این دوستان سال خوبی بود، چون با فعالیت هایی که کردن موفقیت های چشمگیری به دست آوردن. امیدواریم که سال 2016 سال گردهمایی خانواده ها و به قول آقای حسین نژاد مصاحبه های خانوادگی داشته باشیم. آقای حسین نژاد، امروز قرار هست که شما در رابطه با تلاش های خانواده ها و نامه های متعددی که به مقامات بین المللی نوشتن مبنی بر عدم سازش با رهبران فرقه و ترتیب دادن دیدارهای خانواده و ارتباط افراد با بیرون صحبت کنید. شما لطف کنید شروع کنید، هر جا که خواستید بگید، من مطلب بعدی رو عنوان میکنم تا در مورد اون صحبت کنید. دوستان هم اگر پرسشی دارن میتونن از طریق تلفن، ایمیل، فیسبوک، وبسایت با من مستقیما یا با شما تماس بگیرن، پرسشاتشون رو مطرح کنن و شماها هم تا حالا پاسخ دادید. از این بابت ممنون و متشکرم. این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. بله، من سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز و بینندگان محترم و مخصوصا در این شب که شب عید اول سال میلادیه، و از این رو من و همه دوستان و هم میهنانم، مخصوصا هم میهنان مسیحی و مسیحیان آزادی جهان، این شب رو و فردا روز حلول سال جدید میلادی رو تبریک میگم. امیدوارم سال جدید، سال همراه با برخلاف سال گذشته، برای همه جهانیان، مخصوصا اروپا و آمریکا، تمام سال سال صلح و آرامش و رها و سلامتی و امنیت باشه. و برای دوستان عزیز اسیرمون در فرقه رجوی در لیبرتی و آلبانی، سال آزادی و رهایی از چنج این فرقه باشه، مخصوصا دوستانی که در لیبرتی در خطر وضعیت عراق هستن. امیدواریم و طبق قولی که کمیساریا داده در اطلاعیه هاش، سال رفتن اونها از عراق و نجاتشون از خطرات جانی آنجا باشه، و با این امید با همه به فعالیت هامون و نمیشتنمون نامنگاری ها و رساندن صدای اونها به گوش سازمان های بین المللی همچنان ادامه میدیم و ادامه خواهیم داد که کمک همین تلاش ها باشه و موجب موفقیت این تلاش ها باشه. در این راستا من موضوعات صحبتم اول همین موضوع رو قرار دادم، و اون تلاش های جدید و بسیجی و تمام و در حقیقت عمومی و تلاش همگانی خانواده ها از ایران و خارج هست در راستای رساندن صدای عزیزانشون که در لیبرتی و آلبانی هستن، مخصوصا که در لیبرتی هستن، به سازمان بین‌المللی، به گوش مقامات کشورهای زیرفت آمریکا و عراق و کشورهای اروپایی، و مخصوصا اونهایی که از قبل پناهندگی این کشورها رو داشتن و حق خروج دارن و حق آزادی،
بتونن حتی آزادی دارن، از تخت دارن با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنن، مخصوصا با خانواده هاشون تماس بگیرن و دیدار کنن. در این راستا دی از خانواده ها پیشتاز شدن که بیشتر از داخل ایران هستن و از خارج ایران و از خارج هم بهتون پیوستن. کمپینی رو در روی تلگرام تشکیل دادن که اون خانواده هایی که اطلاع ندارن میتونن به اون در تلگرام وصل بشن و پیشنهاداتشون رو بدن و از اخبار جدید در رابطه با لیبرتی و آلبانی همیشه مطلع بشن و همچنین از نظرات و پیشنهادها و فعالیت ها و تلاش های خانواده های داخل ایران و خارج مطلع بشن و تجربه فرا بگیرن. و همچنین مخصوصا دوستان جدا شده از مخصوصا اونها که از لیبرتی بیرون اومدن و سابقا در لیبرتی بودن، همین دوستان جدا شده مخصوصا اونا به همین خانواده ها وصل بشن که اینها سوالات دارن از ماها، ما جدا شده ها از چه فرزندانش رو میذارن میفرستن که اینها آیا اینها رو دیدین سلامت هستن و میتونن اگر اون اجسا رو میشناسن با اجسا و اجسا افراد رو میشناسن به خانواده ها رو حتی یک خاطره ای تعریف میکنن یا حتی فقط به جایی که ما اینها رو دیدیم خیلی اونها رو خوشحال میکنن. این واقعا این در تاریخ فکر کنم معاصر هست برای خیلی بی سابقه هست و در دنیای امروز هم هست الان به نظرم اصلا هیچ کنه نظیری نداره، یعنی مانند نداره نیست به فکر نمی کنم جایی باشه در دنیای امروز با وسایل ارتباطی مدرن و پیشرفته‌ای که امروز در این قرن ارتباطات و حس ارتباطات نامیده میشه یک گروهی در نمونم نه در جنگل‌های آمازون یا آفریقا و نه در شرای دور افتاده و لحرب مورده که اونها هم حتی در زندان هاشون هم ارتباط با دنیای بیرون دارن، اون هم در کشور در وسط خاورمیانه در وسط کشورهای کشور معروف عراق آلبانی را بزرخنه در دنیای نزدیک بیخ پوش دنیای آزاد دارن زندگی میکنن. آقای حسین نژاد عذر میخوام صدای شما یکم قطع و وصل میشه، اگر امکان داشته باشه ما به اصطلاح دوباره با شما تماس بگیریم، شاید این بار ارتباط برقرار بشه، یعنی درست برقرار بشه. اگه نه ممکنه مجبور بشیم ویدیوی شما رو قطع کنیم، فقط صدای شما باشه. لطف کنید اونجایی که هستید اگر کامپیوتر دیگه ای هست یا تلفنی چیزی هست که به اینترنت وصله اونها رو خاموش کنید، من مجددا باهاتون تماس میگیرم. ببخشید دوستان. بله این دوستان شاید این امتحان خوبی باشه، درست برعکس اون چیزی که سازمان مجاهدین و رجوی ادعا میکنه که اینها با جمهوری اسلامی هستن و پولهای کلانی میگیرن. میبینید که بعضی از این دوستان حتی یک اینترنت خوب و درست ندارن و معمولا وقتی که ارتباط میگیریم با مشکل روبرو هستیم، ولی باز هم اینها اون همت و شجاعت رو دارن که میان و به دیگران به اصطلاح خاطرات خودشون ماجراها رو میگن و بعضی چیزها رو برای من و شما باز میکنن. دلیلش اینه که اینها چون در سازمان بودن کاملا با سازمان آشنایی دارن. مثلا خود آقای حسین نژاد ایشون مترجم ارشد بوده، خیلی نزدیک بوده به آقای رجوی. خود ایشون میگه که وقتی نامه ها رو مینوشتن به عربی و از زبان و از قول مردم عراق اینها رو مینوشتن، حقیقتا دروغی بیش نبوده. من باز تماس میگیرم، امیدوارم که این بار ارتباطمون بهتر از قبل باشه تا بتونیم دنباله این گفتگو رو داشته باشیم. بله الان ببینید خوب شد صدا؟ الان صدا خیلی عالیه، من ساکت میشم و امیدوارم همینجوری بود، اونم خاموش کردیم. بله بله خب بفرمایید. بله من خواستم همین ادامه صحبتم در مورد خانواده ها بود.
که این کمپین رو تشکیل دادن در برای بیان همین فعالیت هاشون، که واقعا من گفتم از دوستان جدا شده هم وقتی ارتباط برقرار میکنن میتونن به سوالات اونها جواب بدن، مخصوصا یعنی در بیشتر در مورد عزیزانشون خبری بگیرن و همچنین راهنمایی بخواهن چه کار بکنن، از تجاربشون استفاده کنن، هم خانواده هایی که ارتباط داشتن یا اگر چه قدیم اون زمان هایی که بعضی وقتا به عنوان به خاطر پول و بعضی منافع سازمان ارتباط برقرار می کردن یا خبری از کسی دارن یا یه زمانی رفتن اونجاها، اونایی که جدا شدن یا نشدن حتی اونجا رفتن دیدن، اینها میتونن راهنمایی بکننشون و تجاربشون رو بهشون بگن و نه حتی واقعا آدم خیلی عجیبه برای فرد دنیای امروز اینها رو بشنوه، آدم وقتی که خانواده ها 20 سال و خیلی ها 30 سال 3 دهه از هیچ گونه خبری از پسرش یا برادرش یا خواهرش نداره، این چس اجر واقعا حتی بهش نجنچه، حتی زنده است یا مثلا سلامت، فقط به جای چی مثلا من 10 سال پیش 20 سال پیش دیدم، اینقدر از همین چی یه چی میشنون چه او رو دیده اینقدر خوشحال میشن. من حتی واقعا وقتی که عراق بودم اون خانواده اومدن عراق عکسای بچه هاشون رو نشون میدادن به ما، بعضی هاشون که میشناختیم میگفتیم آره فلان قرارگاهه و این کارش اینه، این یه خبر اینقدر وان که اصلا هیچ ماده نیست هیچ براشون یعنی فایده نداره، نمیاد آدم کسی اینقدر مثلا یه چی خبر داده که میاد دیدنت یا میاد بیرون، اینقدر خوشحال میشدن که فقط یه خبری ازش شنیدن، فقط که این هست حتی میامدن مثلا چشم ما رو میبوسیدن میگفتن مثلا این چشمتون رو دیده، اینی که واقعا متأثر کننده است این وضعیتی که خانواده ها دارن در رابطه با فرزندانشون، که واقعا در دنیای امروز بی سابقه است، حتی میگم در زندان ها هم حق ارتباط هست، حتی صوتی یا دیدن میرن ملاقات میبینن، بعضی کشورهاش مرخصی میدن، اصلا این هیچ جا نیست که حتی یه خبری مثلا بدن از عزیزان یه افرادی که یه جایی اونم نمیشه، حالا خودش میشه زندان لیبرتی، زندانی که خودش ساخته، این چه بدترین زندان، حتی زندان هم باشه خودش از زندانهای جمهوری اسلامی میاد از زندانیان سیاسی حتی فیلم پخش چیز پخش پیام پخش میکنه، پیام حتی علیه رژیم، حتی پیام در مناسبت ها، مثلا الان همین تبریج کریسمس و سال میلادی رو از زندانیان سیاسی خودمون جایدین پخش کردن، یعنی تبریج میگن حالا تا جزه به خانواده هاشون که دائم ارتباط دارن، حالا اگر این دروغ هم هست ولی خب به هر حال خودش یعنی اعتراف میکنه چیزی این آزادی هست، ولی خب این خانواده ها چطور از زندان اونا فرد یک نفر میتونه پیام به بیرون بفرسته، صدای مجاهد و در ارگانهای فرقه رجوی سایتشون بیاد پخش بکنه، ولی افراد خودش داخل لیبرتی داخل تشکیلات خودش خارج داخل تمام افراد تشکیلات خودشون حتی اونایی که خارج میان تو دنیای آزاد نمیذاره با خانواده‌هاشون ارتباط برقرار کنن، اونا یک چطور به مناسبت عید نوروز یا عیدی به خانواده‌هاشون تبریک نمیگن، حتی از فوت پدر مادرشون خبردار نمیشن که یه تسلیت بگن، این چه من خودم 6 سال اومدم بیرون 6 سال بعد از فوت پدرم مطلع شدم، یا نزدیک 1 سال بعد از فوت مادرم اومدم بیرون دیدم فوت کرده، برادرم 4 سال قبل از اون فوت کرده بود، هیچ گونه از خبری خبری نه ما اونجا از خانواده داشتیم نه خانواده از ما، و الان هم همینطوریه، این خانواده ها الان این کمپین که تشکیل دادن نامه های متعددی می نویسن و می زنن تو اون کمپین، ما منتشر می کنیم به کمیساریای عالی پناهندگان و به دبیر کل سازمان ملل، به مقامات زیر ربطه در عراق و کشورهای اروپایی و آمریکا می فرستن
مسئله شونه میگن که این یک درخواست ابتدایی ترین حق انسانیه و حقوق بشریه دیدار با خانواده، چه طبق قوانین حقوقی و قوانین بین المللی اینها باید ارتباط داشته باشن با دنیای بیرون، با تلفن، اینترنت، نه فیسبوک چیز کدومه ندارن، و با در درجه اول با خانواده هاشون تماس بگیرن و دیدار کنن. اینه که واقعا در جریان بودن و مطرح شدن این مسئله خانواده ها وظیفه همه جدا شده ها و مخالفین فرقه رجوی و اصلا کلن همه اپوزیسیون ایران و شخصیت های ایرانی، گروه های ایرانی در مخصوصا در خارج کشور هست که این صدای اینها رو به گوش سازمان های بین المللی برسونن و هر کدوم مخصوصا شخصیت های ایرانی، وکلای ایرانی، خیلی بعضیشون مثل آقای لاهیجی امثال اون خیلی وزنه ها و چهره های بین المللی هستن ایرانی هم. اینها باید صدای این خانواده ها رو جیش صدای انسانیه به گوش سازمان های بین المللی و مسئولین زیرفت مربوط به همین نجه داشتن اون آنها در عراق و آلبانی، انتقالشون کشورهایی چه زیرفتن و همچنین اونهای کشورهایی چه از قبل بعضیشون از چه یک سبب اونتا اونجا چه من اونجا بودم خبر داشتم در بخش روابط خارجی یک سبب این افراد در از قبل پناهندگی و اقامت داشتن، از جمله خود من که از 25 سال قبل از اون بیرون اومدنم اینجا اقامت داشتم، پناهندگی داشتم در فرانسه چه خوب اومدم. اینها رو کشورها رو بجن که اینها رو تمدید کنم و درخواست بدن که اون از عراق یا از آلبانی بتونن به کشورهاشون مربوطه برگردن و حق ارتباط آزاد با دنیا آزاد داشته باشن، چون مسلم اگر از عراق یا آلبانی به دنیای آزاد اروپایی کشورهای دیگه مثل آلمانی و فرانسه برسن، آمریکا برسن، حتما این افراد که سالیان سال مثل افرادی نیستن که تشکیلات خود فرقه سالها همش تو خارج بودن یا هوادارشون، اینها چه فشار، این همه فشارها چشیدن و آن همه چیزها سرکوب ها دیدن در مناسبات فرقه رجوی و اون نوع فشارها و روحی و جسمی چشیدن و اون خیانت ها و خیلی جنایت های رجوی رو دیدن، مسلما اینها دست به دنیای آزاد برسن و مطلع بشن حتما تلاش خواهند کرد ارتباط برقرار کنن با دنیای بیرون تا مطلع بشن و افشا خواهند کرد، بسیاریشون حتما دست به افشاگری خواهند زد و اونها این دیده ها و شنیده هاشون خواهند گفت. این و از همین هم میترسه رجوی 100%، از همین میترسه که به طور کلی ارتباط اینها رو با دنیای خارج قطع کرده و اجازه نمیده تا اونها که از قلب پناهنده ای داشتن مثل حتی دختر من که الان رفته آلبانی، هیچ گونه تلاشی نیست تا اینها رو به اروپا برگردونن، چون که اگر اینها میترسن به دنیای آزاد برگردن یا ارتباط داشته باشن با خانواده، چه پنجره و روزنه اولین و مهمترین پنجره و روزنه ارتباط با بیرونه، چون خانواده کمک میکنه به بچهش، به عزیزش که بتونه بیاد خارج، بتونه بیاد بیرون به دنیای آزاد و ارتباطات دست پیدا کنه. از همین میترسی که نهایتش مسلم افشا شدن کارهای رجوی، غیر از این هیچ دلیلی نداره جلوگیری از ارتباط اینها افرادش و تشکیلاتش با بیرون و مخصوصا با خانواده، و الا چه دلیلی داره این چنین مواظبه و کنترل و حتی افراد جدا شده در آلبانی را من خواهیم گفت. بسیاری دوستان نوشتن جریان های اونجا رو، چون در عراق چی جدا میشن نمیتونه کنترل کنه، الان فرقش رو میگم که اون خانواده ها هم بدونن، اونایی که از عراق جدا میشن دیگه دسترسی بهشون نداره فرقه، میتونن به دنیا آزاد برسن ولی جدا میشن تحت کنترلشون میگیره. آقای حسین نژاد عذر میخوام ازتون، شما چون اشاره کردید که افرادی که وکیل هستن یا فعال حقوق به اصطلاح بشر هستن و اینها، از آقای روحانی که جدا شده است از سازمان و وکیل هست، آیا ایشون با شما یا با خانواده هایی که به اصطلاح تلاش میکنن کاری انجام میده؟ ایشون چون وارد تو قوانین بین المللی و اینها
یا اون هم به اصطلاح از ترس خودش رو به اصطلاح جدا میکنه. بله همینجور گفتید، از ترس هو جنزال فقه غیر از زبی نزدیک نمیشن به این موضوع، چون اینقدر غیر از زبی اومده در سایت هایش، انواع سایت های خودش، مواد کارش هم خودش شخص رضوی همه رو هدایت میکنه با برچسب ها، تهمت ها، گوشه ها، چسبوندن به رژیم، دارد اطلاعات نمیدنن اینها رو میخوان حضوری روی قدسن، میخوان زمینه رو برای کشتار آماده میکنن، هر چه صد نزدیک میشه حرفی بزنه به اینها، بعد اینها برای صد درصد اینها میتونن هر واقعیت رو و خودشون هم بارها نوشتن، چون همین برچسب ها رو به خود اونها هم میزنن، من جواب میگم، ولی برای اینکه اینها به حساب ثابت کنن که این حرف مثلا این فوشاشون این حرفاشون به اونها دروغه یا مثلا به نوعی بیشتر نشه براشون، اینها پرهیز میکنن از نزدیکی به این موضوع و در حقیقت نوعی تحت تأثیر تبلیغات فرقه رضوی قرار گرفتنه و نوعی حساب بردن از اونهاست و به نوعی تو رفتن تو چوال اونهاست. اینها من همیشه نوشتیم، خیلی ها نوشتن گفتن چه خب این فقط به طور کلی به خانواده ها اشاره کردن بعضی وقتا، یا مثلا موضوع لیبرتی رو بعضی وقتا مطرح میکنن ولی نمیرن رو جزئیات و واقعیات و به طور جدی موضوع رو پیگیری بکنن. الان فقط دو دوستاشون خانم عاطفه اقبال در رابطه با همین 400 خانواده ادعا کرده سازمان مجاهدین اطلاعیه داده که 400 تا خانواده از خارج یه اطلاعیه دادن، چیز دادن، بیانیه دادن، امضا کردن، او امضا مطلقا نیس یک دونه اسم برده از این 400 تا چطور شد 400 یک نفر هم نیستن، 402 تا خانواده هم نیستن، 400 تا خانواده همینجور عددی درست کرده یک بیانیه داده که اینا خواستار ملاقات با عزیزانشون در لیبرتی هستن توی خارج کشورن، یعنی همهشون تو خارج، از خانواده تو داخل نباید بیاد، خانواده های خارج که یعنی هوادار خود مجاهدین هستن اطلاعی دادن این هر حرفای خود فرقه، تمامشون مطلقا به انتقال اشاره نکردن چون قرار طبق خواسته رضایی قرار باید باشن و بمونن، تمامشون خواستار باقی موندن تو جهنم عراق شدن. اینا چه خانواده هستن که خواستار موندن اینها در جهنم عراق در خطر مرگ این همه انتظار و جنگ داخلی و جنگی که از بوی هستن جیب فقط خواستار امنیت و حفظ جانشون فلان امنیت کدوم امنیت برای امنیت وجود داره، فقط اینها اومدن دور دقیقا همون حرفها اصطلاحات حتی کلمات مو به مو خود فرقه نوشته به اسم 400 تا خانواده خارج چی میخوام برن اونجا ببینن عزیزانشون، ولی دولت عراق ویزا نمیده کجاشون، شما یک نمونه هم بیارید ساعتش و وقتش بگیرید اسم کسی جز از کدوم سفارت در کدوم سفارت عراق در کدوم کشور مراجعه کرده و بگین اگه اجازه نداده مدرکشون روشن کنید چاپ کنید، اصلا اسم این خانواده خانم عاطفه اقبال نوشته توی کمپین نوشته شما اسم این خانواده رو نبردید امضاهاشون هم نشون نمیدید، مثل همه بیانیه های دروغین قلابی از قول عراقی ها الان اومدن باز دوباره به خاطر همین کمپین خانواده ها اینها چیزا افتاده و بعضی از رسانه های عراقی خبر کمپینشون و فعالیت خانواده ها رو زدن با عکسشون، شما اگر نشون بدید همین شما لینج شمارهای 6 و 7 و 8 رو باز کنید از 6 و 7 و 8 همین تشکیل کمپین این خانواده هاست که ما تو در سایتمون زدیم و با عکسی که خودشون درست کردن با آر می‌خواستی با اون آر مطبوعات عراق زدن منتشر کردن، خب این مطرح شده بعد اومده ادعا کرده مثل همین 400 خانواده دروغینه که بخواد فضا رو ایجاد کنه که بعد ما تشکیل خانم ما میخواییم دیدار کنیم فلان نمیذارن، یعنی به اینکه فشار اومده، این معلومه که فشار اومده از لازم چون فعالیت خانواده ها خیلی فشار هست براش، رفتن پارلمان عراق، رفتن پارلمان عراق مطرح شده، مطبوعات عراق مطرح شده، خونی ساری ها به شدت فشار آورده براشون که
انتقال بدن سریع، چه اطلاعیه داده کمیساریا، چه امسال تمام همه رو منتقل میکنیم. مجبور شده هفته 40 نفر بدن، هر چند چه بعضی وقت از زیرش در میره، بازه کم میکنه، قطعی میکنه. این از همین میترسه، اومده این اطلاعیه ها رو داده. چه بله خانواده ها میخواییم، ولی نیم خانواده واقعی مجاهدین اونا هستن تو خارجن، یعنی تو تشکیلات مجاهدین هم بالاخره ارتباط دارن، با ما موافقن. مخالف ما باشه خانواده واقعی نیست. خانواده واقعی غیر واقعی یعنی چی؟ خانواده خانواده هست دیگه، اگه خانواده نیست یعنی چی؟ پیر مرد و پیر زن اونجا فریاد میزنه، داد میزنه بچهشو، یه عضو وزارت اطلاعات خانواده نیست، نه نیروی نظامی باشه پیر مرد و پیر زن. آقا این چی باورش میکنی؟ بچه هم میخنده میگه هیچ چیز به همه اونجا بیشتر هم دستشون رو شد با این حرفا. همه دیدم و حالا بیدیم تو کرفندا رو آورده که آی متوسط شده به این دور امضاها و بیانیه های تقلبی یا بیانیه عرب ها اومده 120 دود چقدر از این مجرد از این لینجا رو نشون بدید، این خانواده ها رو عکساشون و آرمشون این ها ببینن. لینک 6 و 7 در نامه ها هم نوشتم، من نامه هاشون هم بعد خواهم خوند. الان یه دونه لینک شماره 11 رو نشون بدید. این توی لینک مجاهدین اومده که یکی اولی مال فارسی شه، دومی عربی شه. عربی و فارسی بیانیه تقلبی 120 سازمان غیر دولتی عراقی، منظمات المجتمع المدنی، یعنی سازمان های غیر دولتی عراقی ردیف کرده. من حتی واقعا اینها رو تمامشون رو امتحان کردم، مطلقا اینا تو اینترنت وجود نداره. همه این سازمان ها دستساز خودشونن، خودشن نه فعالیتی دارن. فقط اسم اینها رو چه بیاری آقا، فقط برای اون آقای شیخی و اون آقای شیخلی و من سازمان من وکلای فلان حقوق بشر حقوق چی درست کردن تو لندن. واقعا چی سازمان وکلای عراقی هستند برای حقوق بشر در عراق، برای حقوق بشر؟ یک سازمان عراقی برای حقوق بشر اومده بیانیه 120 سازمان غیر دولتی عراقی رو، اون سازمان حقوق بشری عراقی در لندن در انگلستان منتشر کرده، به عنوان اینکه این سازمان های غیر دولتی یک بیانیه رو امضا کردن و گفتن و خواستن امنیت اینها در عراق حفظ بشه، یعنی اینا باید در عراق بمونن و خانم به خانواده ها ویزا نمیدن فلان و اینا و دولت عراق نمیذاره فلان، بعد اونایی که میان از ایران اینا فلان هم رژیم میاره اینا اطلاعاتی هم فلان اینا رو میخوان اینا رو بکشتن بدن این خانواده ها میخوان افرادشون رو کشتن. اینا رو چی باور میکنه؟ تمامش هم با اصطلاحات و با ترجمه کامل، چون من همین کار من بود، همین کار چرا اینا کردن. من در داخل مجاهدین 20 سال کارم، حداقل 20 سال کارم همین بود. قبلش هم تو اینجا مطبوعات و دینا ترجمه می‌کردم و شروع دو مطبوعات، حداقل این کار 20 تا 25 سال من از این کارا کردم. تمام این کار مخصوصا تو این 10 سال اخیر، 10 سال اخیر چه چیزی سر کار سر در 10 سال اخیر سر کار شد، 10 سالی که ما اونجا بودیم تمام این 10 سال کارمون همین بود. با این بیانیه‌های درست می‌کردم به اسم عراقی‌ها با انواع سازمان‌ها و تشکل ها و تجمعه تو خودشون دو حتی آرمش هم خودشون درست می کردن بعد به فارسی می نوشتم. چه بیانیه عرب هاست که فارسی می نویسید؟ خودشون می نوشتن، من خودم ترجمه می کردم به عربی، اینا رو می زدن آجایی می دادن تو روزنامه های عراقی پول می دادن، آجایی چاپ می کردن چون رسوا می شد، افشا می شد، چون هر جور ترجمه بشه. متن فرهنگ مجاهدین از آن، نه تنها فرهنگ فارسی ایرانی، مثلا فرهنگ خودشونه. هر کی میخونه میفهمه که اشاعره عراق هم چه فرهنگی ندارن. باز بهترین ترجمه رو چون من میکردم غلطی نداشت اینا میدادم، من بازم میفهمیدم چون ترجمه امکان نداره. شما مثلا یک بیانیه رو فرض کنید، این یک افراد مثلا آمریکایی که فارسی یاد گرفتن، مثلا رفتن آموزش دیدن فارسی یاد گرفتن، این بیانیه به فارسی بنویسن یا مثلا ترجمه کنن به فارسی که بگم این فارسی مال ایرانیان داخل ایرانه، مثلا مال اشاعر بوی رحمده، مال شیوخ فلان، یا مال مثلا مال معلمین تهرانه. اینو که هر چی بخونه
هر جور بهترین درستترین ترجمه من باشه، مثل لهجه از فرق نمی کنه. شما یه نفر خودش آمریکایی گرفته فارسی یاد گرفته، انگلیسی گرفته فارسی یاد گرفته، بیاد حرف بزنه بعد خودش رو ایرانی جا بزنه، اسم ایرانی هم درست کنه، هر چی بخونیم میفهمه که این ایرانی نیست. امکان نداره یک خارجی که زبان یاد گرفته باشه حرف بزنه یا بنویسه این یا ترجمه کنه بعد نفهمم که اصلا مشخص نباشه که این اهل اون کشور نیست. هر طور شده فرهنگش و حتی حرف زدنش، حرفایی که هست، حرفای مجاهدین تمام جزء به جزء، حتی مثلا اینها اومدن از تاریخ بالاش نوشته از تاریخ، ما مثلا تاریخ اینقدر این اصلا مستقیما تو عربی رایج نیست، تاریخ به گذشته میگه تو نامه‌هاشون فقط تاریخ می‌نویسن، یا مثلا انواع غلط‌های عربی حالا جملاتی قواعدی دارن که هر عربی ببینه معلوم میشه چه آقا اینو تجمع فعالان حقوق بشر المهندس علی شیخ علی شیخلی ننوشته، مطلقا یه جور ناشد فعالان حقوق بشر در لندن آقای شیخلی مطلقا من کجا خوب میخونم کاملا همون بیانی هاست که ما ترجمه میکردیم، فارسی بودنش و اصل فارسی بودنش کاملا مشخصه. الان من از روی قواعد دارم سیستماتیک مبرمز ممنهج اینا هم اصطلاحات فارسی مطلقا هم چیزایی نمیارن عربا به این شکلی که اینها نوشتن. حالا من چون قواعد همه نمیدونم، حالا یه وقتی من قبلی ها رو بیانی های قبلیشون که دادم توی یه دونه مقاله نوشتم همه رو خط چشیدم، مقالات جملاتی و عباراتی هایی که مشخص کاملا رد پای فارسی اصلا و ترتیب فارسی و بعضی کلمات مستقط فارسیه و بعضی هم چه نقل عدم اطلاع از قواعد عربی و فرهنگ فارسی، فرهنگ مجاهدین مخصوصا، این هم مشخصه. من الان این هم وقتی در میارم بعضی اقلاتشو من الان تا اینجا شرح بدم چون چیز علمیه. خیلی اینا همینجور دست پا افتادم به این کارها، خب چرا از قبل میدادین اینها رو، چرا جدیدن میدید اینها رو؟ فقط برای همین فعالیت هایی که در خانواده ها میکنن، فعالان جدا شده ها میکنن، افشاگری هایی که میکنن، اینا به دست و پای میفتن به اینجور تقلب ها که مسلمن حتی همین عرب هایی که اینا رو چاپ میکنن به پول و با هرچی میدن چاپ میکنن خودشون میخندن به اینا. چنانچه من یه بار در مصاحبه قبلی گفتم خود عراقی‌ها وقتی تو روزنامه‌هاشون با پولی منتشر می‌کردن آوردن تلویزیون خود سخنگوی عراق، سخنگوی دولت عراق، و از همچنین توی مجلس هم مطرح شد، نماینده بلند شدن لایحه دادن که آقا اینا باید از عراق اخراج بشن، اینا در اسم مردم ما چه حقی دارن به اسم مردم ما بیانی میدن؟ این بیانیه‌ها خودشون می‌نویسن، مشخصه اینا می‌نویسن آقا این بسم اللهش کو، این آیاتش کو، اینا به اسم اشعار فرهنگ این نمی‌نویسن، اینجوری نمی‌نویسن. خود آورد تلویزیون نشون داد، حتی عددهای چرا از کامپیوتر ما رفته بود به کامپیوتر عربا به فارسی شده بود تمامش نشون میداد که عددهاش هم 4 5 6 عددهاش هم فارسیه. بعد در نمونه های فرهنگ خاص مثل اسلام انقلابی، اسلام محمدی، از این چیزا که خاص مجاهدین، خاص مذهبی روشن فکر ایرانه، اینا رو همه نشون میدن و هم چیزایی تو عربی نداریم، اینا مال مجاهدین نوشتن به اسم شاعر عراق، این همه گروه ها درست کردن به اسم عراقیات، چه توهینه این، چه توهین، توهین به شعور مردم عراق، این چه تو تلویزیون نشون داد برای همه، همچنین دخالت هاشون تو امور عراق اینا چه دیدن بارها گفتن، این چیزهای چه اینا همه اصل عمل های چیزه چه اینها در رابطه با فعالیت های ما و فعالیت خانواده ها انجام میدن، مخصوصا خانواده ها نامه هایی که نوشتن، این نامه ها منتشر شده، اینها رو به دست پا انداخته، نامه ها به کمیساری های عالی سازمان ملل و کمیساری عالی پناهندگان رئیسش و به شاخه هاش به دفترش در عراق و به دبیر کل ملل متحد. الان شما در همین شماره های 7 و 8 باز کنید، نامه خواهر احمد رضا و محمد رضا ایرانپور به دبیر کل ملل متحد هست که در همین سایت ما زدیم،
باز کنید. بله اینها رو نشون دادم، بله سه تا نامه های مختلف هست، اون 6 و 7 و 8. ضمناً شما اشاره کردید که دختر شما بعد از اون فعالیت هایی که کردید الان در آلبانی هست و یکی از موضوعاتی که قرار بود امروز در موردش صحبت کنید همین شگردهای فرقه است که در آلبانی برای کنترل جدا شدگان و افراد فرقه به اصطلاح و جدا شدگان در رابطه با عراق و آلبانی هم یه مقدار توضیح بدید که تفاوتشون چی هست. بله البته توصیه میکنم همین نامه ها رو در همین سایت پیوند رهایی که لینکش نشون دادید دوستان و شنوندگان خودشون بخونن که از فعالیت ها اینها به خواسته های اینها و از گذشته ها و سوابق و چجوری بی اطلاع بودن هستن از فرزندانشون مطلع بشن و بتونن هر سیقت میتونن اینا رو منتشر بکنن و بیشتر کمک بکنن به رسوندن اینها به گوشه همه مقامات و همه شخصیت های ایرانی. مخصوصا وکلا که شما اشاره کردیم، من گفتم وکلا ایرانی افضل همین آقای لایزی، آقای روحانی، آنهایی که دسترسی دارن میتونن بهشون برسونن که چقدر تحت تاثیر قرار بگیرن و بتونن بیشتر فعالیت بکنن در این راستا. بله در مورد آلبانی من الان نوشتم که صحبت هامون هست. ما الان میز جردی چند روز پیش با دو تای دیگر از دوستان آقای محمد رضایی و آقای سازادی داشتیم، با هم صحبت کردیم در مورد موضوعات مربوط به لیبرتی و خانواده ها و همچنین انتقال به آلبانی. اونجا تمام تجربیاتمون در رابطه با لیبرتی و همچنین موضوعات که دوستانمون از آلبانی نوشتم و گفتم به ما اطلاع دادن از وضعیت اونجا، اونا رو اونجا شرح دادیم. اگر بتونید شما هم یه وقت ببینید، در الان آقای راسکو گذاشتم توی یوتیوب با عنوان میز جرد جدا شده، میز جرد جمع‌بندی جدا شده از اوضاع لیبرتی و آلبانی، میز جرد جمع‌بندی جدا شده. این پرینسی در یوتیوب پیدا کنید و شما یا دوستان و همچین شنوندگان میتونن گوش بدن. من الان یه نمونه هایی از اخیرا که الان تا آخر امسال 200 نفری که خود سازمان ملل گفته بود اونا تشکیل کردن، هفته 40 نفر تا 25 تا 30 نفر منتقل کردن. دو هفته پیش 26 نفر منتقل شدن چه ملت دیگه تعطیلات، اون هفته باز باید 24 نفر دیگه میرفتن چه میشون 40 نفر تو سهمیه که تعیین کرده کمیساریا هفته 40 نفر هست باید بدیستن نه فرده راجبی باید بده چه بریم به کمیساری ها تحبیل بده چه اعزام کنن با آلبانی. ولی خوب از یه مسائل پیش میاد، آبا چم میکنه یا تفریه میکنه. الان 26 نفر هفته یه بر 14 نفر دو هفته پیش نرفتن، باید میرفتن دو هفته پیش. ولی این هفته الان همین امروز پنجشنبه است، شنبه گذشته باز 26 نفر منتقل شدن که ما به علت تعطیلات برای خانواده ها نوشتم. الان اسامیشون همه چه ما تلاش میکردیم به دست میاریم و به دست میآوردیم منتشر میکردیم تا اینها به علت تعطیلات آخر سال و مرخصی های افراد کمیساری ها اینا به تحبیق افتاد به نتونستیم تا الان اسامی به دست بیاریم. من بود دادم دو سه تا چند روز دیگه میدن و ما منتشر میکنیم. الان تا الان همه دوست یخی باز 40 نفر باز رفتن، 45 نفر اینها بقیهش هم این هفته باز این به تصمی درین شده باید هفته آینده باید برن این 40 نفر تا از سال آینده هم این روند ادامه خواهد داشت به قول گفته و به وعده چه کمیساریا داده تا تمام بشه و همه از عراق برن، چون با این حملات و خطراتی که تهدید میکنه با همه جنگی که هم زده برای در عراق تهدید جانیه به سازمان ملل به طور قاطع تصمیم گرفته که اینها رو منتقل بکنه.
و الان اینها که منتقل شدن به آلبانی، موضوعی که هست، شما الان یک اخباری که دوستان ما از آلبانی دریافت کردن، جدا شدگان اونجا می نویسن، تا اونجا که از تحت کنترل اونها در میرن، چون اونجا فرقه رضوی تلاش میکنه اونها رو تحت کنترل در بیاره، ولی خب به هر حال بعضیشون در میرن و تلاش هایی میکنن که از زیر کنترل اونها نباکن، میتونن اثبات بدارن کنن و اخبار وضعیت آلبانی رو اطلاع بدن، که بعضی دوستان اطلاعاتی که از دوستان اونجا گرفتن در طی مقاله های آقای محمد کرمی، در مقاله‌ای که نوشتن در وبلاگ خودشون قانون آوا منتشر کرده، میتونید در لینک 12 اگرشون بدید دوستان بشناسن که خودشون بخونن، و همچنین در لینک 13 آقای داوود ارشد در رابطه با پاشوندن خانواده های مجاهدین حتی در آلبانی و اهداف سازمان گزارش ها رسیده رو چاپ کرده تحت عنوان پاشوندن خانواده های مجاهدین حتی در آلبانی و اهداف سازمان و گزارش های رسیده از زندان جدید مجاهدین در آلبانی. اینها رو خلاصه این جریان اینه که موضوع اینه که اینها در عراق چنان که گفتم جدا شدن، در عراق بهترین یعنی حالت جدا شدن و کاری که اونایی که میخوان جدا بشن بهترش همین عراقه، چون در عراق سران فرقه رضوی مطلقا نمیتونن از لیبرتی بیان بیرون و کسی که در عراق جدا بشه دسترسی بهش نداره، اونجا در اختیار دولت عراق سازمان ملل قرار میگیره و حقوق میدن سازمان ملل بهشون و رسیدگی میکنن، بعدش هم هر کشوری خواستن کارها و پرسوشون انجام میشه در چند ماهی فوقش در یک سالی تا بتونن به کشورهای دیگه منتقل بشن، مثل خود ما که در از عراق جدا شدیم و آخر هم کمیساریا برگه داد و به عنوان پناهجوی کشورهای دیگه، مخصوصا ما که از قبل پاسپورت داشتیم که کارت پناهندگی و اقامت داشتیم، اینها رو سعی منتقل کردن تا در حد جار فوقش تا یک سال کارهاشون انجام میشه ارتباطات اینا. اما اونهایی که در آلبانی جدا میشن، چون در آلبانی وضعیت عراق نیست، اینها سران فرقه رضوی میتونن بیان بیرون و فعالیت داشته باشن، همه جا میتونن برن با سازمانهای بین المللی، با کمیساریا ارتباط دارن و با دولت آلبانی و با همه جدا شده ساختمانشون رو دولت آلبانی جدا میکنه، کمیساریا جدا میکنه، یه ساختمان دیگه داده، باز میان توی ساختمان جدا شده ها بهشون حرف میزنن، باز مغزشویی، باز ترسوندن، باز انواع ترس چی ارتباط برقرار نکنن با بیرون، با فیسبوک باز نکنن یا با اینترنت نرن، آی اطلاعاته، آی میبره ایران فلان اطلاعات، همش رژیم ترسوندن از رژیم، از انواع اقسام چیزها و ترپنده ها که اینا رو نذاره با خانواده یا با بیرون تماس برقرار کنن. مهمترین ترفندشون اینه که از قبل از اینکه بیاد بیرون فرد جدا شده، همین در از داخل تشکیلات در بین اون افراد داخل در ساختمان اون تشکیلاتی ها و از خود سازمان که بیرون تا تقاضای رفتن به بیرون میکنه، میبینه که این باید جدا بشه، نمیتونه به زور نگه داره در یک کشور خارجی، که اینو میاد تعهد میگیره ازش که ما هم بیرون ما همه خرجای خودم رو از سازمان میگیرن، تو بنویس که ما همه خرص رو میدونیم 500 قبلا حتی میگن مریم زیبا گفته بود 700 دلار بدید، بعدا کردن خارفت کردن افرادشون سرانشون که تا کردن 500 دلار میدیم و سازمان ملل به شما چند میده، اونم 350 دلار میده، ما 500 دلار میدیم فلان، با این تطمیع ها و اینها تعهد میگیرن میره بیرون، وقتی میره بیرون این تا از این تعهد نامه سران فرقه رضوی یک نسخه میدن به کمیساریا، این فرد وقتی که در بیرون میبینه همش تحت کنترل مجاهدین سران فرقه رضوی، میخواد آزاد بشه، بعضیشون خواستن آقا از این کنترل نجات پیدا کنن، بتونن آزادانه وارد اینترنت بشن، فیس درست کنن، ارتباط با خانوادهشون داشته باشن، تماس بگیرن، اینا اصلا نیان با پیشش این همه صحبت کنن، مزاحمشون بشن، میرن پیش کمیساریا میگن ما پول اونا رو نمیخوایم، ما با اونا ارتباط برقرار نمیکنیم، مثلا الان خانواده های ایران هم کارها نامه نوشتن
به کمیسریات که آقا شما چرا تسلیم سران اینها میشین، چرا به حرف اینا گوش میدین، چرا به عنوان نماینده ساکنان لیبرتی با اینها گفتگو میکنه، چه ساکنان لیبرتی اینها رو به عنوان نماینده خودشون تعیین کردن یا رأی دادن، چه انتخابات کردن. اینها می نویسن الان خانواده ها بهشون چه این برخلاف قوانین بین المللی، قوانین بین المللی چه پناهجو، پناهجو نماینده نداره، پناهجو با خود پناهجو باید شما گفتگو کنین، صحبت کنین، حقوقی چه داره، پولی چه داره، حقوق پناهندگی و رسیدگی به خودش بکنید، حرف از خودش بشنوید. ولی اینها رفتن توی سوال همین تبلیغات فرقه که ما خوب داره میکنیم، ما پولشون رو میدیم، ما قرضمون رو میدیم، یه اطلاعی داده چه. بله آقا اصلا اینا خود ساکنان لیبرتی مخارج خودشون رو میدن. کدوم ساکنان لیبرتی؟ شما با چند نفری صحبت کردیم سرانی به غیر از ذبیت گفتن آقا هزینه‌هاشون رو ما میدیم. هزینه‌هاشون ما میدیم یعنی چی؟ شما به خاطر این اینا تحت هزینه‌ها به خاطر این تحت کنترل اونها در میاری. اینا وقتی میرن کمیساریات جدا شده های تو آلمانی میرن کمیساریات جناب ما میخواییم از ما میخواییم از اینا پول بگیریم، ما میخواییم همون پول خودمونی از مستقیم از شما بگیریم حتی چند هم باشه. بعد اینها یه طفعه چی اینی میگن اینا یه کپیه امضاشون رو که داخل سازمان امضا کردن که ما از سازمان فقط پول میگیریم و فلان میذارن جلوشون، نه شما تعهد دادین امضا کردین که از خود مجاهدین بگیرید، برید از اونها بگیرید. این رو در میارن و بعدش اینها خیلی هاشون بعد هم که مطلع میشن که این رفته به کمیساریا گفته که من نمیخوام پول اینها رو، من میخوام مستقل باشم، یا تلاش هایی کرده در فیسبوک درست کرده، ارتباط برقرار کرده، بعد میرن در کمپشون میبندن نمیذارن که اینها بیان و بعد پول همون پولشون هم نمیدن. الان آقای اونجا چی از جدا شده ها اون آقای الان دیگرم اینجا آقای اشکان زابری زاب اشکان زاب نوشته ترتیزش این در فیسبوکش و الان فیسبوک در شماره 14 فیسبوکش رو گذاشتم اگر بتونیم باز کنیم، در شماره 14 فیسبوک باز کرده به همین جور. الان خودش اونجا یک ویدیو از خودش برداشته جلو به کمپه که برگرده به کمپ مجاهدین نمیذارن وارد کمپ بشه و حکومت مالیش هم قطع کرده، هیچ پیام صوتی تصویری از خودش درست کرده و گذاشته تو فیسبوکش که این واقعا چه جنایت هایی و چه کارهای ضد حقوق بشری و ضد قانون ضد قوانین بین المللی اونجا انجام میدن که نتیجه همه نتیجه سازش های سازمان بین المللی مخصوصا کمیساریا با اونها هست. ما اینها رو از قدیم افشا کردیم، بارها گفتیم، بعضی ها رو ما تو خود کمیسار اونجا که بودیم بعضی ها میگفتن ما از بچه های که میخواستن جدا بشن و مخالف بودن همش تو داخل خود تشکیلات و لیبرتی ارتباط داشته، من خودم 3 هفته لیبرتی بودم همونجا. بعضی ها میرفتن کمیساری ها میگفتن آقا ما میخواییم، گفتن شما گفتیم جدا بشیم نمیزده داشتن، گفتن نه برگردیم ما نمیتونیم بیرون بیاریم. بعد فهمیدیم اومدیم که بیرون فهمیدیم که آقا اینها پول میدن به این افراد کمیسار، از داخل خود بعضی کمیسار ها که مخالف این وضعیت بودن میگفتن اینها بعضی ها رو میخرن از داخل کمیساری ها که نذارن اینها که واهین مصاحبه از لیبرتی میان با اینا مصاحبه میکنن نذارن برن، به بهانه هایی میگن نه شما باید برگردیم ما نمیتونیم شما رو ببریم. آقای حسین نژاد اگه میخواید من این ویدیوی اشکان رو پخش کنم. بله 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 یه چند بله اینو بله حدود 40 ثانیه است، خیلی کوتاه اجازه بدید. بله کوتاهه. بله همه دوستان و عزیزان، امروز 25 دسامبر 2015 به علت اینکه کمک مالی رو هم قطع کردن من اومدم جلوی کمپ، کمپی که تو آلبانیه که یه سرپناهی داشته باشم، ولی اینجا هم در رو بستن و رام نمیدن. در صورتی من بهشون گفتم که حتی اگه یک چادر هم به من بدن اشکالی نداره، ولی جوابی هنوز به من داده نشده و من منتظرم که به من جواب بدن. امیدوارم که شما منو حمایت کنید، دوستتون دارم، فعلا خداحافظ. این ویدیو رو من اون روز روی
فیسبوک مردم تیوی هم گذاشتم و بعد دیدم که نوشته ها و اینها دوستان نوشته بودن که به کمک ایشون شتافتن. امیدوارم که در این هوای سرد، چون الان در زمستان هستیم و اونجا احتمالاً سردتر از آمریکا و اینها هست، ایشون یک سرپناهی داشته باشه. آیا خبری دارید ازش که در روزهای اخیر به چه صورت بوده وضعش بالاخره؟ بله، نتونستیم خبر بگیریم. بعد نمیدونم چی شد، چه ارتباطش رو با ما قطع کرد. دیگه من هر چی پرسیدم سوال نکرد. بعدم گفت که اصلا اسم شما ها نباشه و من اذیت میکنن وقتی اسم شما ها میشه. این حالتی دیگه ما نتونستیم. این واقعا فشاره، تمام فشار الان همین که علت، فقط علت اینکه این فیسبوک باز کرده اونجا، یعنی کاملا اینجا سودا شده اینجا. هیچ فرق با من فقط تشکیلات فقط نشست نمیاد، آزاد نسبت به ضوابط تشکیلاتی داخل خودشونو، تو آزادی ولی تحت کنترل من باش. تحت کنترل من باش یعنی یه چشینه چه نباید با بیرون ارتباط داشته باشی، مخصوصا با ما جدا شده های مستقلی که اومدیم خارج و علیه این فرقه افشاگری میکنیم و دلش از ما خونه، اسم ما رو براشون میاره، اسم با فلانی اینا ارتباط نباید داره. فلان من بدتر میکنم، فلان تهدیدهایی و قد نشان کشیدنهایی. ما قدرت داریم، ما اینجا نفوذ داریم، کمیساری حرف ما رو گوش میکنه. تو باید به حرف ما گوش کنی، بتونی زندگی کنی، حتی بتونی خارج بری، همه چیزتون رو ما تعمیم میکنیم، سراغ کمیساری ها نریم. اینا میرن کمیساری ها میگن ما میخوایم آزاد باشیم. اینا جرمشون فقط آزادیه، جرمشون میخوان آزاد و مستقل باشن. اینه که ارتباطشون رو قطع میکنن. اینا هم بعضیشون خب میترسن، حساب میبرن. خیلی هاشون هست بودن اونجا، جدا شدن رفتن و ما کلی تبریک گفتیم، خواه تلاش کردیم ارتباط برقرار کنیم، ولی اونجا تحت کنترل هم بودن و الان هم هستن. خیلی هاشون فیسبوک داشتن اول، چون بدن اینترنت اومدن رو اینترنت فیسبوک باز کردن. ما سریع تبریک گفتیم، تلاش کردیم، حرف زدیم، اصلا ارتباط برقرار کردیم، مدت با خاطراتمون رو گفتیم. مدتی بعد دیدیم حذف کردن، فیسبوکشون قطع کردن و حذف کردن. یعنی میان اون مسئولین جوان جواد خراسان و فرزانه و افسانه و اینا که الان مسئولینشون هستن، از لیبرتی فرستادن دی از سرانشون و از اینجا هم که مهتر شمسی دائم میره اونجا براشون و خودشون و مسئولین و تشکیلاتشون نشست میذارن. اصلا نایب آقا بود که قبلا مسئول سازمان در یونان بود، مسئول ما بود در یونان، چون یونان نزدیک آلبانیه، اونا با مسئول اونجا ها به امان اینچه آشناتره میره اونجا و با هم مهتر شمسی همسر سابقه مریم رجوی نشست میذارن اونجا داخل تشکیلات. بچه ها همه خبر دادن، اونایی که موقع ارتباط داشتن و بعضی یکی از بچه ها هم که اونجا از کامل مستقلشون از لیبرتی رفته اونجا از طریق کمیساریا، یعنی از لیبرتی جدا شده تو عراق بوده، اونجا بیرون اومده، چون از عراق جدا شده بیرون اومده بعد شهرها برای مختلف دادن کمیساری، آخرش بردن آلبانی، ولی اون به اون دیگه دسترسی ندارن مطلقا، چون از زیر از با تشکیلات اونا نرفته به آلبانی. اون خبرها رو میرسونه همون آقای احسان بیدی که مستقل اونجا باز میتونه بعضی وقتا اینا رو بیرون ببینه، خبر بگیره، بتونه جایی بالاخره اونجا از کمیساریا خبر میتونه بگیره، به ما میرسونه و تو سایتش میرسه، سایت داره، به سایت داره، آزاد فعالیت میکنه. اینها گفتیم اونها، اینها میان سریع اینها رو قطع کردن ارتباطاتشون و شدیدن کنترل میکنه. کلاس هایی که میرن، کلاس های درستشون رو باید از این مسئولین حتما همراهی کنن، با اینا میرن به عنوان آموزش زبان در کلاس هاشون میشینن که اینها ببینن یه دفعه کسی سراغشون نیاد. یه بار همین آقای اسلامی هم کلاس نوشته بود، یه بار رفته بود کلاس رو با اینا با دوستای سابقشون هم تلاش کرده بود حرف بزنه، این مسئولین شد اونجا بونن به عنوان اعضا سر صدا و فلان و اینا رو جدا نذاشته بود اینا با هم صحبت بکنن. آقای حسین نژاد کنترل ها اونجا به دست میگیره. فرق بین آلبانی و لیبرتی همینه. و
یعنی تفاوتی به اون صورت نداره، اونجا نفوذ خودش رو داره و هنوزم مثل یک به اصطلاح سرپرست استفاده میکنه، عمل میکنه و اونها رو مثل افرادی که زیر به اصطلاح قیم امویتش هستن، مثل بچه های کوچولو، اونها مسئولشون هستن و با سازمان های بین المللی سازمان تماس میگیره. درست میگم؟ بله بله. من فرقی که گفتم منظور فرق جدا شدن بود. اونایی که بخوان جدا بشن به لیبرتی روز نرفته بالا بالا و تو عراق هم موفقن، اینها رو نمیتونه کنترل کنه. ولی اونایی که آلبانی جدا میشن هیچ فرق نمی کنه، مثل داخل لیبرتی فقط توی نشستان نمیان. بله آقای حسین نژاد، همچنان داره. چون به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم و شما لطف کردید سال نو رو تبریک گفتید، من به عنوان یک کسی که خب وبسایت‌های مختلف رو نگاه می‌کنم، الان یکی از لینک‌هایی که شما فرستادید همین سازمان مجاهدین وبسایت اصلیشون رو نشون میده و نوشته که پیام خانم مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال 2016. اینجا هیچ خبری از آقای مسعود رجوی نیست. حتی اگه نگاه کنید این بالا با زیرکی خاصی، اجازه بدید من باز اینو نشون بدم، این بالا نوشته اخبار، مقاومت، مریم رجوی، پیام. هیچ اسمی از مسعود رجوی که قبلا بالاتر مریم رجوی رو اول می نوشتن، مسعود رجوی رو بعدا می نوشتن، دیگه اینجا خبری نیست. آیا اینا می خوان به من خواننده و بیننده یا بازدید کننده وبسایتشون بگن که مسعود رجوی از بین رفته، فوت شده، کشته شده؟ چیو میخوان بگن؟ چرا مسعود اصلا غائب شده؟ میدونیم یه منطقی دارن میگن خب مورد خطره. خب اگه اینجوری باشه خانم رجوی هم مورد خطره، ایشون هم بهتره بره توی همون غار قایم بشه همراه. این چیزی بود که من با آقای فیلابی گفتم، گفتم این که خیلی نامردیه، مخصوصا در زبان فارسی ما این رو داریم همیشه که مردا اگه اتفاقی میاد بیفته برای خانواده اونها میرن جلو و خطر رو به جان میخرن. این که خیلی نامردیه که آقای رجوی رفته قایم شده خانمش رو انداخته جلو. اگه خطری هست خب خطر برای ایشون هم هست. اگه ایشون فکر کرده چون خطر هست باید بره توی یه جای قایم بشه، خب چرا مریم رو نمیبره؟ مگر اینکه همون چیزی رو که آقای نوریزاده میگه، مگر این که همون چیزی رو که شایع است که رجوی چنان زخمی شده، چنان چیز شده که نمیتونه در مجلس به اصطلاح حاضر بشه، یا اینکه طبق قراردادی با آمریکا بهش گفتن برو داخل اردن و اونجا ساکت باش. نظر شما چیه؟ یا از خبرهایی که از دوستان جدیدن میگیرید چه چیزی برداشت میکنید؟ هست این آقا؟ نیستش؟ چیه ماجرا؟ بله جریان که ماجرا همینه که اینها میخوان در حقیقت این از کامل از ذهنها پاش کنن وجودشو و بودنشو، چم چم زمینه رو آماده بکنن برای اینکه بگن بله اصلا مریم رجوی همه کار است. چون این فرار از فیزیکی که کرده از صحنه، همه رو گذاشته اونجا تو کشتن از بعد از بمباران حمله به عراق فرار چه کرده، مخفی شده، و مریم رجوی چه خب فرار چه علنی کرد و رفت فرانسه و از خطرات این آقا هم چه مخفی شده کاملا فیزیکی هم چه فرار کرده، در حقیقت استراتژیک و سیاسی هم میخواد از صحنه فرار کنه، چه مسئولیت های چه چسته ها و جنایت ها و این همه تلفات و کشتن دادن ها و ضربه هایی چه به کل جنبش آزادی ایران زده و در این همه خیانت هایی که به این همه افراد مجاهدین کرده، پایگاه سازمان از بین برده، این کارها رو همه رو بیا مدیه کاملا از زیرش در بره و خب مریم رجوی رو جلو بیاندازه، چون خوب در خیلی از این صحنه ها نبوده، همش خودش در اجرا کننده فرمان مسعود رجوی بوده، فعلا اینو مطرح میکنن. ولی این که معلومه الان عید از آخرین تماس دقیقا صوتی مسعود رجوی آبان سال گذشته بود، یعنی الان یک سال رو در چند ماهه که مطلقا هیچ گونه خبری از ایشون مطلقا نیست. حتی عید نوروز که معلوم بالاترین رهبر هر کشور، بالاترین رهبر هر جنبش، هر حزب، هر تشکیلات، اون میاد عید رو، حتی عید ایرانی ها عید نوروز رو تبریک میگه، چه اصلا عید نوروز پارسال هم فقط مریم رجوی تبریک گفت،
هیچ گونه تبریکی از آقای رجوی نبود مطلقا. بعدم آخرین پیامش هم که بعد از بمب موشک باران اخیر تروریستی اخیر لیبرتی اونش اومد فقط چند جمله، اونم یکی دیگه میخوند نوشته که معلوم نبود از خودش یا نه، معلومه به عنوان پیامی که بدون صوت اصلا. بالاخره این چه هیچ بله معلوم نیست که واقعا زنده هست یا مرده هست، این چه مشخص نیست، ولی احتمال هست که اصلا یا مرده باشه یا زخمی شده باشه یا به هر حال در یه مریضی گرفته باشه که اصلا قادر به هیچ کاری نیست، هیچ اندیشه‌ای نیست، نوشتن یا صدایی حرف زدنی نیست و همه از کار جبالله. خب عید نوروز یا عید میلاد بله خب باید تبریک بگه، ایرانی های مسیحی هر سال خودش تبریک میزه، خب هم عید نوروز هم عید میلاد مسیح به هر حال یا انواع هر سال چندین بار سخنرانی میشه. این مسلمه که این کارها رو میخواد مطرح کنه به خودشو و با این عملیات تروریستی تو فرانسه و دنیا و چه داعش انجام میده، اینا هم از داعش حمایت میکردن، اینجوری مطرح میکنه خودشو معتدل و میانه رو و مال دنیای آزاد نشون بده، مثل همین رفتن به عزاداری فرانسوی ها و حسین نجات. من میخواستم اینو از شما از این کارها میکنه در رابطه با داعش، من میخواستم اینو ازتون سوال کنم چون یکی از تاپیک یا موضوعات صحبت امروز شما این بود، گریه های فرقه رجوی برای کشته شدن فرمانده ارتش اسلام در سوریه و شهادت توصیف کردن آن کجا و ادعای مریم رجوی مبنی بر مبارزه با بنیادگرایی اسلامی کجاست؟ لطف کنید خیلی کوتاه چون ما وقتمون تموم شد در این مورد صحبت. شما همینجور خوندین دیگه، من همین میخواستم بگم، اینم همین که اینها با این همه حمایت از داعش و متحدینشون در حقیقت حالا اختلاف هایی هم مثلا با داعش داره، آخه ارتش اسلام کجا؟ این ادعاهای حضرات با میانه روی و لیبرالیسم و آزادی خواهی و سکولار و جدای دین از سیاست و نشون خود همراه نشان دادن خودشان با فرانسه و ضد داعش و ضد تروریسم کجا؟ این حرف ها و ادعاهای بعدم اشعار انقلابی خوندن و مردم انقلابی خوندن داعش تا پارسال تو موصل خودتون گفتید، بعد امسال خانم رضوی تو همین پیام عیسی مسیح تولد عیسی مسیح نوشته که امیدوار موصل آزاد بشه از دست تروریست ها بود. شما خودتون ابراز خوشحالی کردین گرفتن موصل رو سال گذشته، تو سایتشون هستن هنوز هم هست. حالا هم اومدن یه علوش فرمانده ارتش اسلام میشه شهادت شهید شد از گل کری و اینا نوشتن آقای کری و آقای شهید شده فلان و ابراز تأسف کرد و تسلیت گفت و خودشون اینجوری جریه زاری میکنن برای این چه واضح تضاداشون و دروغی کامل آشکار خودشونو نشون میدن، دست خودشونو بیشتر رو میکنن. بسیار ممنونم. من در حین صحبتهای شما صفحه فیسبوک شما، ایمیل آدرس شما و صفحه وبسایت نو تو تروریسم خط فاصله carls.com رو نشون دادن، دوستان میتونن با شما مستقیما تماس بگیرن یا با ما تماس بگیرن، پیام بذارن، ایمیل ارسال کنن، کامنت بذارن روی فیسبوک و اونها رو برای شما هم ارسال میکنیم تا در برنامه‌های آینده پاسخ بدید. ضمناً این ویدیو تا دقایقی دیگر تا ساعاتی دیگر روی بایگانی صفحه بایگانی مردم تیوی خواهد رفت، روی فیسبوک و بالاترین هم میذارم. من باز هم از شما ممنونم، به شما سال جدید رو تبریک میگم و امیدوارم سالی باشه که بتونید خانوادتون رو ببینید و جشن خانوادگی داشته باشید پس از سالها که جدا بودید از هم. خیلی ممنون. منم برای همه، برای شما و همه دوستان سالی خوب و پر از شادی و پیروزی و موفقیت آرزو دارم. موفق باشید. بسیار ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای قربان علی حسین نژاد بودیم، ایشون عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شده بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین بودن و خود ایشون تا حالا چندین بار گفتن که خود ایشون یکی از اونایی بودن که این نامه ها رو گهگاه می نوشتن و حتی اعتراض می کردن، می گفتن بابا اینی که شما دارید میگید این اون حالت فارسی است، مثل این که شما به فارسی به من بگید من با انگلیسی ترجمه کنم، هر کسی تا این متن انگلیسی رو ببینه متوجه میشه که اینو یه خارجی یه ایرانی نوشته. در صورت ممنونم از شما، میتونید با این دوستان تماس بگیرید مستقیما یا از طریق ما و پرسشاتون رو مطرح کنید، نظراتتون رو عنوان کنید،
تا این دوستان برعکس مجاهدین همیشه پاسخ دادن، همیشه با شما صحبت کردن و همیشه گوش شنوا داشتند که حرفهای شما رو بشنوند، حتی انتقادات، حتی حملات شما رو تحمل کردند. و این برنامه تنها به اصطلاح دلیلش که هست و این که شما یه مقداری با صحبت‌های این دوستان، با تجربیات این دوستان بیشتر آشنا بشید و برید تحقیق کنید و ضد و نقیض‌گویی‌های سازمان رو، نه فقط سازمان مجاهدین، کلت‌های دیگه، این به اصطلاح فرقه‌های دیگر رو ببینید که مثلا سال گذشته داعش یا دولت اسلامی رو به عنوان آزادی خواهان عشایر عراق معرفی کرده، امسال اینها رو به عنوان تروریست معرفی میکنه و خود شما تصمیم بگیرید. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ضمناً از وبسایت No to Terrorism خط فاصله cults.com هم دیدن کنید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش و سال 2016 رو به شما تبریک میگم. امیدوارم روزهای بهتری در انتظار همه ما باشه، حتی مجاهدین. مرسی.